از پاریس نیلوفر پور ابراهیم همراه ماست نیلوفر این کنفرانس دقیقا چه اهدافی رو دنبال میکنه این اونطور که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از صحبتاش که از این کنفرانس بیرون اومده میگه هفت تا موضوع رو به طور مشخص روش صحبت و بحث کردن اول از همه بحث آتش در آتش بین حماس و ببخشید بین حزب الله و اسرائیل و به گفته جوزف بورل پایان دادن به مسئولیت افرادی که به نوعی نقش دارن در کشتار افراد غیر نظامی کشتاری که به گفته و تناسبی هم نداره از طرف دیگه موضوع تقویت ساختارهای داخلی خود لبنان و لزوم تعیین هرچه سریعتر یک رئیس جمهور در داخل لبنان بوده که در موردش گفتگو کردن بحث سوم بحث جمعوری کمک های بینان و بشردوستانه برای آوارگان لبنانی که بسیار مورد نیاز فرانسه گفته بود که امیدواره بتونه بیش از 500 میلیون یورو جمعوری بکنه خود ده فرانسه 100 میلیون یورو آلمان 96 میلیون یورو برای این منظور اختصاص داده جوزف برل هم گفته که اتحادیه ای اروپا 60 میلیون یورو به ارتش لبنان برای تقویتش پرداخت خواهد کرد در تا پایان امسال و در سال آینده به غیر از اون بحث مربوط به تقویت ارتش لبنان که از موضوعات مهمیه که در موردش گفتگو کردن برای شرایطی که در واقع آتش به وجود بیاد و قرار باشه که ارتش لبنان مستقر بشه در بخش های جنوبی این کشور قطنامه اجرای قطنامه 17 سفره که شورای امنیت بحث دیگه این نشست بوده و همینطور تقویت نیروهای یونیفیل که در لبنان هستند امانوئل مکرون در حین صحبتاش به این موضوع اشاره کرده بود که ماموریت اونها باید متناسب باشه و با توجه به وضعیت منطقه جز برل میگه در صورتی که بخوایم چنین اتفاق بیفته قطنامه جدیدی لازم داریم و به نظر میرسه که این موضوع رو رد میکنه همزمان میدونیم که کار زیادی هم در مورد صلح نمیتونن بکنن با توجه به افرادی که برای آتش بس نمیتونن بکنن با توجه به کسانی که در این کنفرانس شرکت کردن ایران و اسرائیل ازشون دعوت نشده که در این کنفرانس حاضر باشن ایالات متحده در سطح معاون وزیر خارجه حاضر شده و خب همه اینها انتظار از یک نتیجه در مورد آتش بس رو چیزی که فرانسه به شدت به دنبال چالش کاهش میده هرچند که نجیب میقاتی اشاره میکنه به اینکه طرح آتش بس فرانسه و ایالات متحده همچنان روی میز از طرف دیگه قبل از این هم گفته شده بود که اسرائیل نگرانی های از نتیجه این نشست داره دقیقا با توجه به اینکه اه اهدافی که اسرائیل در لبنان دنبال میکنه با چیزی که برگزار کنندگان این کنفرانس میخوان به خصوص توقف فوری حملات اسرائیل میتونه همخوان نباشه ممنون از تو همکارمون ابراهیم از پاریس